مقامات محلی در شمال شرق افغانستان میگویند که سنی های داعش و القاعده به طور مشترک برای ایجاد پایگاه امنی در ولایت بدخشان تلاش می کنند. زکریا سودا والی بدخشان اعلام کرد که 600 خانواده داعشی و القاعده از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، چچن و پاکستان در این ولایت حضور یافتند. وی افزود که این تروریست ها در منطقه در خستک ولسوالی جرم ولایت بدخشان مستقر شدند و برای ایجاد پایگاهی امن در این منطقه تلاش می کنند سودا ادامه داد اعضای گروه تروریستی داعش پس از شکست در ولایت هلمند و ننگرهار تصمیم دارند با همکاری القاعده که تمامی آنها اتباع خارجی هستند در منطقه خستک ولسوالی جرم بدخشان مرکز خلافت ایجاد کنند والیا بدخشان تاکید کرد که اگر جلو این گروه تروریستی گرفته نشود خطر بزرگی افغانستان و خاور میانه را تهدید خواهد کرد ارتفالا عزیزی از فرماندهان ارتش در, در, بدخشان نیز در این باره گفت در خستک چندین سال است تحت حاکمیت گروه القاعده و داعش است مرزهای این دره با کشور پاکستان، چین و تاجیکستان به روی تروریست ها باز است و منبع درآمد آنها از این دره استخراج طلاس که از طریق مرزهای باز بدخشان به کشورهای دیگر صادر می کنند.